با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، برنامه امروز روز ششم رو آغاز میکنیم. من کشیش شهریار هستم و در کنار همسر عزیزم مینا جان در خدمت شما هستم. سلام عزیزان، منم خوشحالم که بازم کنار شما خانوما آقایون عزیز هستیم و با شهریار عزیز با همکاری هم میتونیم دوباره ادامه بدیم به بقیه این موضوعاتمون در مورد خانواده. بله، روز ششم عزیزان در مورد انسان صحبت میکنه. ما این اسم رو در نظر گرفتیم به خاطر اینکه انسان، آدم در روز ششم از خلقت آفریده شد. خدا او رو ساخت و او رو از خاک زمین سرشت و بعد گفتش که نه، بعد تنها باشه، خوب نیست که آدم تنها باشه، پس براش معاون بسازیم. ولی این دفعه از خاک زمین استفاده نکرد، از یه دنده مرد برداشت. حالا چپ یا راست شما، روی این بحث نمی کنیم که خانوما گاهی وقتا از دنده چپ پا میشن، دلیلش چیه، ولیکن خدا از دنده مرد این زن رو بنا کرد. پس درسته که هر دوشون انسانن، درسته که هر دوشون آفریده خدان، ولی تغییرات زیادی در وجودشون به وجود اومده، مثل هم به هیچ عنوان نیستن، یه جور فکر نمی کنن، یه جور نیاز ندارن، زبونشون مختلفه، طرز نگاهشون به مسائل مختلفه، طرز برخورداشون مختلفه، هرچند ارزششون یکیه. کلام خدا به ما میگه که ارزش زن و مرد یکیه و گفتیم به همین خاطر میتونیم اینم از اینجا تعلیم بگیریم و بفهمیم از کلام خدا که خدا زن رو از دنده مرد آفرید، نه از استخون سرش که روی اون سروری بکنه و نه از استخون مثلا انگوش کوچکی پاش که بخواد زیر پاهای مرد له بشه یا پایین تر از اون قرار بگیره. ما در تقریبا 9 برنامه گذشته در موارد مختلف وجود زن و مرد رو بررسی کردیم و نیازهاشون رو دیدیم و عادتهاشون رو دیدیم. در برنامه های گذشته در مورد اشتباهاتی که زن و مرد انجام میدن صحبت کردیم و میخواییم همینطور بریم جلو تا به بحث داغ مشاجره و گفتگو و بگومگو برسیم که باز هنوز عقب میفته و امروز هم نمیتونیم به اون جلسه برسیم، به این برنامه، چون اشتباهات هنوز باقی مونده است. ما هنوز صحبتهایی داریم که در مورد این اشتباهات با هم دیگه صحبت کنیم. نیاز زنها چیه؟ نیاز اصلیشون که بهشون گوش بدن. بله، خانمها اهل حرف زدنن. گفتیم که زنها به طور خاص ارتباطگرا هستند و مردها هدفگرا. یعنی اینکه زنها اولین چیزی که براشون مهمه ایجاد ارتباط، ایجاد دوستی، ایجاد صمیمیته. همسایه رو بشناسم، اسمش چیه، اسم بچهش چیه، بچهش کلاس چندمه، چی دوست داره، نمیدونم خواهرزادش اسمش چیه، از کجا میان، تمام اینو. با اینکه مثلا مرد اصلا نمیدونه تو همسایگیش چی میگذره یا اصلا اهل این چیزا نیست. و ارتباط عزیزان چی رو ایجاب میکنه؟ سخن گفتن رو. پس زنی که اهل ارتباطه و ارتباطگراست باید صحبت کنه. بدون صحبت ارتباط نیست، هست؟ البته وقتی ارتباط ایجاد میشه و خیلی عمیق میشه، حتی با سکوت هم در کنار هم دیگه زن و مرد لذت میبرن، ولی برای شروع همیشه اون حرف زدن لازمه. پس یکی از کارهایی که من و شما دوستان عزیز به عنوان مرد، به عنوان سر خانه، به عنوان یک مسیحی، به عنوان مرد مسیحی باید انجام بدیم اینه که یاد بگیریم گوش بدیم. این باید دعای من و شما باشه. من به این اطمینان رو به شما میدم مینا جان که تو دعاهای منم هست که خداوندا گوش کردن رو به من یاد بده. همونجور که ما به خدای پدر گوش میدیم، همونجور که در کلیسا به شبانمون گوش میدیم، به بزرگتران کلیسا گوش میدیم، به کلام خدا گوش میدیم و اطاعت میکنیم، همینجور هم باید دعا کنیم و یاد بگیریم که به زنمون گوش بدیم. حالا شده اطاعت بکنیم یا نکنیم اونش اصلا مسئله نیست، ولی فقط باید گوش داد در درجه اول و این گوش دادن خیلی مهمه. و اشتباه بزرگی که میکنیم، چون طبیعت مرد طبیعت ساکتیه، طبیعتاً البته استثناء هست، نمیدونم الان تو فکرتون کیک و کیک میاد که ماشاءالله اندازه 5 تا زن حرف میزنن، راجب اون استثناءات نمیخوایم صحبت کنیم. طبیعت مرد مینا جان اینه که مردا ساکتن، ولی یواش 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 حالا باید یاد بگیرن که گوش بدن. و اوایلش مشکله، اوایلش ممکنه چون هیچی نمیفهمن،
از تمام صحبتایی که اون زن میکنه شاید هیچی نفهمن، چون زن نه اینکه هیچی نمیفهمن، از زن هیچی نمیفهمن، کلا از وجود زن. یاد اون کتاب معروفی هست بله. کتاب معروفی هست به نام آنچه مردان از زنان میدونن، کتاب به این قدر، ولی وقتی باز میکنی تمام صفحات سفیده. طبیعتا همینه، چون نشنیده بودم هیچی ما نمیدونیم از زنها، ولی اینو میدونیم که باید گوش بدیم بهشون. خانوما گاهی وقتا اکثر مواقع برای صحبت کردنشون هدف خاصی ندارن، از یه نکته به یه نکته زنجیروار نمیرسن، یه چیز اینجا میگن، یه چیز اینجا میگن، یه چیز اینجا، و این مردو کاملا گیج میکنه که بابا پس تو منظورت از این کانورسیشن چی، از این گفتگو چیه؟ باور کن هیچ منظوری نداره، فقط میخواد خالیشه، فقط میخواد بگه به من توجه کن چون من نیازهای عاطفی خودم رو دارم. و اینجا بعضی از آقایون شروع میکنن به عصبانی شدن، چون یه 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو ببینن، نه واقعا ظاهرا آقایی هست که یه رو تعامل صحبت خانم‌ها رو داشته باشه. چون من حرف نمیزنم و زیاد خبر ندارم. عزیزم شهریار جان حاضر گوش بده. با یه کوپل من به وقت گذروندم، تو رستوران نشسته بودیم، 6 ساعت این دو نفر حرف زدن. من اقراق نمی‌کنم، 6 ساعت من نشستم و به حرف این دو نفر، هنوز ازدواج نکرده بودن، نامزد بودن، شاید الان دارن برنامه منم نگاه میکنن، به حرفشون گوش کردم، شاید من 10 کلمه یا 2 خط من حرف زدم. 6 ساعت دیگه این رستوران داره اومد با ما دست داد رفت، صندلیا رو برگردون، نصف چراغا رو خاموش کرد، ولی ما حتی یه بار ما فاکتور رو پرداخت کردیم، نشستیم دوباره سفارش دادیم، چون واقعا میگم 6 تا 1 ساعت 6 تا 60 دقیقه میشه چقدر؟ 6 تا میشه 360 دقیقه من به صحبت‌ها اینا گوش کردم. عطایی که خدا به من داده من میتونم گوش کنم. آره نه نه، راجع به دعوای دیگران کار ندارم. همینطور یه خانومی یه رو صحبت کنه و یک بود. آقا بود. چون من خودم کم حرفم، اینو تجربه نکردم. مثلا یه رو بشینم تا این برات حرف بزنم و تا حالا تجربه نکردم. برای همین میپرسم. من ساعت آیا واقعا مردی پیدا میشه که یک رو فقط بزنش، نه به دعوای دیگران. نه نه نه، حالا بزنش و بزنای دیگه، بالاخره گوش می تو کار شبانه یکی از کارهایی که ما انجام میدیم مینا جان شنیدنه. ولی بعد یاد بگیریم که تو این شنیدن عصبانی نشیم. گوش دادن بدون عصبانیت، اون یه چیزایی هست که ما باید بدونیم، باید به خاطر داشته باشیم، کارهایی هست که باید بکنیم و کارهایی هست که نباید بکنیم. مینا جان اولین چیزی که ما باید به خاطر داشته باشیم چیه؟ در گوش کردن یا در خشمگین شدن، ببخشید من متوجه نشدم. در اون چیزی که اینجا دیدم، در گوش کردن بدون عصبانیت، بدون خشم، بله. در گوش کردن بدون عصبانیت یه چیزایی هست که ما باید به خاطر داشته باشیم. بلد. همیشه به عنوان اصول یک پیشنهاداتی هست، یه کاری باید بکنیم، یه کاری نباید بکنیم. ولی اون چیزی که باید به خاطر داشته باشیم، اولین نکتهش این هستش که خشم آقایون اکثرا ناشی از این هست که نمیتونن درک کنن اون نقطه نظرهای خانوما رو، متوجه نمیشن که منظور اصلا نمیتونن درک کنن هدف از این صحبت چیه. بله. درک نمیکنن، نمیتونن درست درک کنن، یه چیزایی میفهمند که داره مثلا راجبه ایکس میگه، ایگرگ میگه، بالا رفت پایین اومد، مثلا این اتفاقات افتاد، ولی درک نمیکنه که منظور اون همین. زن همسرش چی هست، و این هرگز تقصیر زن نیست. آقایون نباید خشمگین بشن، اگر درک نمیکنن تقصیر زن نیست. بلطان خشمین نشوید. بله، حالا چی کار بکنیم چی کار نکنیم؟ ما باید این مسئولیت رو عزیزان به عهده بگیریم. ما باید این مسئولیت رو به عهده بگیریم که ببین من متوجه نیستم. و هرگز نگیم چون تو اینجوری حرف میزنی، تو داری اشتباه میری، یا تو بدون هدف حرف میزنی، یا تو منظورتو نمیتونی خوب به من بقبولونی. مسئولیت رو ما باید به عهده بگیریم و بگیم که عزیزم من با تمام سعی که میکنم عصبانی هم نمیخوام بشم، ولی من منظورتو نمیفهم. نکته بعدی که باید آقایون عزیز به خاطر داشته باشن این هست که باید با مسائل برخوردی با همفکری و همدلی و درک داشته باشن. همه اینا رو باید قاطی بکنن، یعنی اول فکر کنن خودشون رو جای اون زن بذارن،
همدردی بکنن باش، بدونن که الان یه دردی داره، الان یه ناراحتی داره، پس سعی کنن درک کنن، ولی اگرم نمیتونن در اون لحظه اون موضوع رو، زن رو میتونن درک کنن، باید درک کنن، ولی اون موضوعی رو که زن داره صحبت میکنه اگه درک نمیکنن به دقت فقط گوش بده. یعنی در واقع من فکر میکنم میتونم به این نتیجه برسم که در هر صحبتی آقایون یه چاشنی محبت و یه چاشنی آرامش و عزیزم و نمیدونم لازمه برای کلمات کلمات خیلی ملایم لازمه به عنوان اون به قول معروف فلفل نمکی که روی غذا میریزیم، این با این آراسته میشه که خانوما بهتر هضمش بکنن. پس اینجور مواقع عزیزان قبل از اینکه شروع کنیم بهتر دعا بکنیم. من برای خودم همیشه اینطور فکر میکنم که در مسیر وقتی از کار دارم برمیگردم تو راه که میرم دارم دعا میکنم، خداوندا گوش کردن رو به من یاد بده، خداوندا کمک کن من از کلمات ملایم استفاده کنم. واقعا من این کلیدی که میذارم تو این سوراخ در و میخوام بچرخونم، میگم عیسی مسیح کمک کن که من دیگه خراب نکنم و واقعا یاد بگیرم. اینا رو نمیدونستم. نه اینو به عنوان الگو میگم، نمیگم هر روز این کارو کردم، ای کاش بکنم من، ای کاش همچین کاری بکنم. پس اینجور مواقع یه نفس عمیق بکشید، یه نفس عمیق آروم، اصلا هیچی نگید، سعی کنید آرامشتون دوباره برگرده و سعی کنید زندگی رو، دنیا رو از چشم اون زن ببینید، از چشم همسرتون ببینید، سعی کنید درکش بکنید. هدف اینه که ما بفهمیم بابا این داره چی میگه، به تمام وجود من سعی کنم خودمو بذارم جای همسر. بله درست. نکته بعدی که آقایون عزیز باید یعنی لطفاً به خاطر داشته باشید، کلمه باید قشنگ نیست، این هست که خشم شما ممکنه برای این باشه که نمیدونید باید بر بهبود این روحی خانمتون چیکار بکنید. مشکل اینه خیلی وقتا از خودتون عصبانیین، نه از اون زن بیچاره. خیلی وقتا من دیدم مردها ناراحتن از خودشون، خشمگین میشن از دست خودشون که نمیتونن کاری بکنن. این حالت طبیعی که در مردون است. بله، اگه زن بلا فاصله احساس بهتری پیدا نکرد، همین که به حرفاش با دقت گوش میدین، این براش تسلیه، این براش همدردی، این براش یعنی حل مسئله هست. اصلا به حل مسئله نرسیده، برای اون حل شده است. شوهر من با محبت، با درک و توجه داره به من گوش میده. این حالت که گفتم هست، واقعا معمولا زنها میخوان بگن تقصیر توه، با اینکه گفتیم این جمله رو خانوما نباید به کار ببرن، چون این در طبیعت مرد هست که همه چیز تقصیر خودش میبینه. حتی وقتی به مرد توهین میشه، حتی وقتی مثلا به مردی حمله میکنن، از با زبان به عقیدش حمله میکنن، تو محیط کار بهش توهین میکنن، باز خودش رو مقصر میدونه و میگه حتما من یه کاری کردم که اینا اینجور به من این حرفو زدن، اگه من دقت بیشتری میکردم یا توضیح کافی میدادم اجازه نمیدادم که دیگران برگردن. این بارها برای خود من پیش اومده، شناخت داشتم، ولی یه دفعه الان من یاد یه صحنه تو کتاب مقدس افتادم، اون در شام آخر وقتی عیسی مسیح برمیگرده. بله. میگه که همه اونجا مرد بودن اگه دقت کنی، خدا رو شاگردان عیسی مسیح همه مرد بودن، همه این روحیه رو داشتن. وقتی میگه که یکی از شما به من خیانت میکنید، جالبه هیچ کس بر نمیگرده اون یک بگه اون یکی یا اونه، میگن آیا من آنم؟ همه به خودشون گرفتن. این احساس وجودی مرده. البته از لازم مسیحایی روحیه خیلی خوبیه که به قضاوت به بغل دستیش نکرد، به روبرویش نکرد، به بقیه کسایی که تو اون جمع در شام آخر شرکت داشتن نکردن. هر کی برگشت گفت آیا من آنم؟ و الان که اینو گفتیم من دیدم چه جالب، اونا همه مرد بودن و همین. بله. خصوصیت رو هم باور کن اگه یه زن اونجا بود میگفتش که آیا تو نیستی؟ آیا تو نیستی؟ آیا تو نیستی؟ در هر حال اینجور مواقع ما نباید همسرمون رو سرزنش بکنیم که منظورش رو نمیفهمیم. نباید سرزنشش بکنیم که به خاطر تمام راه حلایی که ما داریم میدیم این آروم نمیشه. بعد ما هم آروم بگیریم و بگیم عزیزم من ظاهرا خوب متوجه نمیشم. یه بار، دو بار، سه بار حرف میزنیم، اظهار نظر میکنیم، راه حل نشون میدیم، هیچی عوض نمیشه. اینجا باید مواظب باشیم که زنمون رو مقصر ندونیم که پس تو چرا حال جا نمیاد، من این همه دارم به تو میگم این کارا رو بکن، راه حل میذارم جلوت، یک دو سه بعد این کارا رو بکنی، چون اصلا این همچین چیز رو احتیاج نداره، اصلا نمیخواد بدون. خدا رو شکر. نکته بعدی
که باید به خاطر داشته باشین شما آقایون گرامی این هست که مجبور نیستید که نقطه نظرهای خانوماتون رو کاملا درک کنید. وظیفه شما نیست. سعی کنید که درکشون کنید، حتی نقطه نظرهاشون رو. ولی وظیفتون نیست که کاملا درک کنید. مجبور نیستید. فقط خوب گوش کنید. و یه چیز دیگه که می‌خوایم باز اضافه بکنیم اینه که حالا منتظر قدردانی نباشید. یه جایی هست که خانومتون حالش خوب نیست. اون لحظه شاید تو دلش از این رفتار شما قدردانی میکنه که باز چه شاعر خوبی هم نباید باشه. داره گوش میده. نه تو دلش داره قدردانی میکنه ولی اینقدر حالش بده که فقط باید صحبت بکنه. اون لحظه اجازه بدید اینقدر از این درک و توجه و مهر و محبت شما پر بشه که از این قدردانی لبریز بشه. قرار شد این محبت و عشق از زن لبریز بشه. پس یه مدت بعضیا باکشون 2000 لیتری این حالا پر نمیشه که لبریز بشه. نه خیلی طول میکشه. من خب خودم به عنوان یه زن میگم وقتی که واقعا کوچکترین حرکت شوهر که نشان دهنده توجه و محبتش باشه، کوچکترین فداکاری برای من با ارزشه. گاهی وقتا مشغول یه کاریم شده وسط کار فکرم پاره میشه ولی یه مرسی رو میگم. گاهی وقتا میشه واقعا حالش خوب نیست، میگن تو این موقعیت که فقط احتیاج داره حرف بزنه و یکی به حرفش گوش بده، اون لحظه انتظار قدردانی نداشته باشید. ولی همین زن وقتی شما خوب بهش گوش بدید، حالش که جا اومد، حرفاشو که گوش کردین، برمیگرده بعدش قدردانی ها از شما، نه تنها قدردانی لفظی بلکه به شما احترام خواهد گذاشت، به شما اعتماد خواهد کرد، شما رو خواهد پذیرفت. همون چیزایی که یک مرد نیاز داره از لحاظ عاطفی. بله، وقتی به زنتون گوش میدید عزیزان، قبل از اینکه بخواید هر اظهار نظری بکنید اجازه بدید جملهش تموم بشه. معمولاً این درد خانوماست. ولی معمولاً انسان‌ها پشت سر هم نمیتونن حرف بزنن، یک جای لازم دارن برای نفس کشیدن. عزیزان این اونجا نیست که شما باید وارد عمل بشید بگین خب یک ثانیه سکوت کردی و جواب خواهید چنید که خب باید نفس بکشم یا نه، ولی هنوز صحبتم ادامه داره. اجازه بدید صحبتش تموم بشه. ولی وقتی واقعا یه سکوت چند ثانیه‌ای کرد با یه جنبندی که نشون میدید حرفاشو فهمیدید که خب پس اینو گفتی، این پس منظور اینه، بعد اون موقع میتونید شما نظرتونو بدید. اگرم باز از نظر شما هیچ خوشحال نشد، حالش هم جا نیومد، مهم نیست، عصبانی نمیشید به هیچ عنوان. خداوندا گوش کردن رو به من یاد بده و کمکم کن که عصبانی نشم. باز یه نکته تکراری هست چون خیلی مهمه، اینجا باز تکرار میکنیم برای اینکه یک شنونده خوب باشید عزیزان. اجبار نیست که حرفای خانومتون رو، موضوعی رو که داره براتون توضیح میده رو کاملا درک کنید. فقط خودش رو درک کنید به عنوان یک زن، به عنوان کسی که دوستش دارید، به عنوان اینکه دارید باش همدردی میکنید، میدونید الان درد داره، به اون عنوان درکش کنید. ولی حالا ماجرا رو درک کردید یا نکردید هیچ اشکالی نداره، ناراحت نباشید. از اون حرفا اون لحظه فقط گوش بدید به ما. این مهم نیست عزیزان واقعا که ما میفهمیم حرفا رو یا نمیفهمیم. خیلی وقتا زن ما آرامش پیدا میکنه وقتی ببینه واقعا ما داریم بهش گوش میدیم. و اینم میتونیم بهش بگیم و بهش بگیم عزیزان هرچند من واقعا دارم سعی میکنم که بفهمم تو چی میگی، ولی منو ببخش چون متوجه نمیشم، ولی با جان و دل در اختیارت هستم. و این مسئولیت رو به خودمون بگیریم، بگیم من متوجه نمیشم تو چی میگی. یعنی در واقع من باید خودم رو بذارم به عنوان فاعل جمله، نه طرف مقابلم رو. نه باید بگم تو جوری حرف میزنی که من نمیفهمم، حرف زدن تو درست نیست و تو بلد نیستی حرف بزنی. باید بگم من تمام سعیم دارم میکنم ولی ظاهرا من متوجه نمیشم. این کاملا موضوع دگرگون میکنه. معذرت میخوام، برای کاملا روحیش شفا پیدا میکنه وقتی طرف خودشو همه چیزو برمیگرده، خودشو دیگه مورد حمله نمیبینه. که همه میگن تو این کار کردی، تو اشتباه کردی، نیاز به چیز دیگه ای داره تا حمله. دقیقاً نیاز به دو تا گوش مفت داره که خدا به ما آقایون داده. یه دونش باید در اختیار همسرمون باشه حداقل. نه وقتی با من صحبت می‌کنین لطفاً با دو گوش گوش کنین. آخه یه گوش در میشه گوش دروازه دیگه، مگه اینجور نیست؟ نه اینجور نیست. بفرمایید. بله، نکته بعدی اینه که شما مردها مسئول احساسات زنتون نیستید.
ممکنه تو صحبتاش طوری صحبت بکنه که شما احساس بکنین که در حال سرزنش کردن شماست. ولی این نیست، اون فقط داره ناراحتیشو بیان میکنه. اون لحظه دقت نکنید رو طرز جمله بندیش، روی جملاتی که میگه. شاید به نظر سرزنش بیاد، به نظر انتقاد بیاد، ولی به خودتون نگیرین. اونجا فقط میخواد درکش کنه، اونجا منظور شما نیستین. اون ناراحت از خودش و موقعیتی که داشته و نیاز داره به همدردی و همفکری شما. کاری که باید بکنیم اینه که از خودمون دفاع نکنیم. توی هیچ گفتگویی با زنمون، همسر خودمون، ما نباید از خودمون دفاع بکنیم و نباید بگیم که به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل من نفهمیدم. میتونیم از خودمون باز مایه بذاریم و بگیم عزیزم، من تمام سعیمو دارم میکنم و بالاخره میفهمم. اینجا زن فقط میخواد که از شما اینو بشنوه که من تو رو درک میکنم. بارها شده مینا جان به من گفته فقط بگو که میفهمی من چی میگم کافی. و بعد من میفهمم که چقدر این براشون مهمه که بابا منو درک کن. و ما بعد تمام سعیمون رو بکنیم که به همسرمون حالی بکنیم و ایشون متوجه بشه که ما او رو فهمیدیم. این دیگه براش شفاست. نه. غیر از اینه؟ نه، کاملا صحیح. پس میتونی یه آمین بگی؟ آمین. بله. نکته آخری این هستش که به یاد داشته باشید اگه زنتون واقعا شما رو عصبانی میکنه، احتمالا به شما اعتماد نداره. در عمق وجودش یه دختر بچه کوچیک هراسان هست که ترس داره از اینکه دل خودش رو باز بکنه و اون چی که در قلبش هست رو به شما بگه. نمیدونیم گذشته چی بوده، چی شده، چی دیده، یا حتی اوایل از شما چی دیده. ممکنه یک بار دلشو باز کرده، دماغش سوخته، پذیرفته نشده، نمیدونم. یه ترسی، یه هراسی هست. به عنوان یک بچه‌ای که هراس داره بهش نگاه کنین، گوش بدین، درکش بکنین، چون ترسیده. حالا یا قد در گذشته ترسیده، وقتی کوچیک بوده بهش گفتن تو بچه‌ای حرف نزن، تو دختری بشین سر جات. خیلی از این چیزا داشتیم در قدیم، میدیدیم، میشنیدیم. حالاش هم متاسفانه هست. قدیم نیست. اونقدر در بعضی از اجتماعات به زن و به بچه‌ها و دختر بچه‌ها دیگه بدتر اصلا احترام نمیذارن یا میگن تو ساکت شو، بزرگتر داره حرف میزنه. یه چیزایی هست که بچه مجبوره تو دل خودش نگه داره و ترس داره از اینکه اونو بیان بکنه. پس اگر چیزی هست که نمیتونه به شما اعتماد بکنه، ازش عصبانی نشید. بهش جرأت بدید دلشو برای شما باز کنه. وقتی که دلشو برای شما باز کرد، دفعه بعد دیگه اعتماد میکنه و دیگه ترس نخواهد داشت. بله. اینجور مواقع جای بحث نیست عزیزم. وقتی که کسی میبینید با همسر شما با دلشکستگی داره حرف میزنه یا صحبتی داره میکنه که قابل فهم و درک برای شما نیست، اینجا نباید پافشاری کنید و شروع کنید به بحث کردن که مثلا این حرف تو معنی نداره، این حرف اصلا جاش اینجا نیست. ایشون هیچی اون موقع نخواهد فهمید، ایشون هیچ درکی اون موقع نخواهد داشت از این مسئله. بحث نکنید. روزی خواهد رسید یا چند ساعت دیگه یا فردا صبح یا آخر شب که ایشون به حالت طبیعی خودش بر میگرده. البته خانوما همیشه حالت طبیعی دارن، جسارت بنده رو میبخشید. به حالت بهتر طبیعی ترش بر میگرده، به حالت عالی ترش. اون موقع است که خیلی ملایم میشه مسئله رو برملا کرد، صحبت کرد، به میون آورد و در موردش به بحث و گفتگو نشست. همون لحظه تا داغه به قول معروف شما بخواید خمیر رو بچسبونید، اینجا جاش نیست. این ضرب المثل اینجا اصلا عمل نمی کنه. به هیچ عنوان. پس ما آقایون باید یاد بگیریم که عصبانی نشیم، باید یاد بگیریم که خوب گوش کنیم و به هیچ عنوان عصبانی نشیم. چون گفتیم در جلسه قبلی هم این عصبانیت همراه با تغییر قیافه است معمولا. به طور نرمال صدا میره بالا و ما که خودمون رو نمیبینیم، ولی دیگران که میبینن میگن وای وای وای، خدا اون روز نیاره که تو عصبانی بشی. چون ظاهرا فرم چشما عوض میشه. گفتیم حتی من خودم دیدم که بعضی گوشت صورتشون شروع میکنه به لرزیدن و من مثلا بار اول که دیدم ترسیدم، گفتم این الان سکته کرد، داره میمیره و این بدنش انقدر داره میلرزه که صورتش هم داره میلرزه. بعدم نه، ماشاءالله سرمور گنده هنوزم زنده است، سالها گذشته، چند نفر دیگر رو سکته داده، خودش هنوز هیچ اتفاقی براش نیفتاده. پس مواظب باشیم عصبانی نشیم. عصبانیتون خوی حیوانی ماست
خوی حیوانی انسان سقوط کرده که دیگه به شکل خدا نیست، اونه که بروز میکنه و باعث خرابی زیادی است. مینا جان شما صحبتی دارید در اینجا در وقت بسیار اندک ما؟ بله، فقط راجع به همین عصبانیت که اگر هم در گذشته شده میتونیم، قدیم میگفتیم که نذاریم پرده پاره بشه، این دیوار بریزه. یه مثال هایی میزدن. اون عصبانیت، بعد در عصبانیت سخنانی بر زبان ما بیاد یا کلمات ناجور بر زبان ما بیاد که اون احترام و اون شخصیت همسرمون رو خورد بکنه و بریزه پایین، این باعث میشه که این پرده پاره بشه، این دیوار فرو بریزه. اگر شده باز میشه جبران کرد، ناامید نباشید، ولی از این به بعد واقعا سعی کنید که این دیوار رو دوباره بنا کنید، این پرده رو دوباره بدوزید. همیشه امید هست، همیشه امید هست، ناامید نباشید. مخصوصا با قوت خدا تو زندگی هاتون خواهید دید که خدا چه شفایی به این پیوند زناشویی شما خواهد آورد، اگر مشکلی هست. اگر که نه، که باز میتونیم اینا رو یاد بگیریم برای دیگران به کار ببریم. عزیزان ازتون خداحافظی میکنم. برنامه ما اینجا به پایانش نزدیک میشه. صحبت‌های زیادی داشتیم تا حالا، در مورد اشتباهاتمون صحبت کردیم، در مورد اینکه چه کارهایی زنها باید انجام بدن، چه کارهایی باید مردها انجام بدن که این مشاجره صورت نگیره، راهنمایی‌هایی بود که خدمتتون گفتیم. و در جلسه آینده می‌خوایم در مورد مشاجره و گفتگو و بگو مگو و اینجور چیزها، دعواها یا وسائلی که در این دعواها به کار میره، حالا یا لنگ کفش یا وردنه یا هر کدوم اینجور چیزها یا کمربند، البته برای مزاح عرض می‌کنم، راجع به مشاجره می‌خوایم در برنامه آینده با هم دیگه صحبت بکنیم. پس با ما باشید تا هفته دیگه. من روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. در دستای عیسی مسیح باشید. خدا نگهدار تک تکشون. خدا نگهدار.